با شروع پخش سریال مصری هشاشین با خودمون گفتیم که خب بد نیست خودمونم بریم و ببینیم توی اون دوره از تاریخ چه اتفاقایی افتاده این که اصلا چی شد که دارو فروشای علموت با مفهوم ترور گره خوردن اسماعیلیان کیا بودن حسن سباه با خلافت فاطمی چی کار داشت و اصلا با چه فکر و خیالی به ایران برگشت و اون دم و دستگاه عظیم و تو قلعه علموت راه انداخت تو این مجموعه میخوایم با دقیق در شدن رو ماجراهای فرقه اسماعیلیه هشاشین و حسن صبا به جواب این سوالا برسیم تو اپیزود اول میریم سراغ اسماعیلیه فرقه ای از مذهب شیعه که خلافت فاطمی و اسماعیلیان علموت ازش ریشه میگیرن بعد خلافت فاطمی رو از تاسیس خلافت تا قبل از دوره حسن صبا یه مروری میکنیم منبع اصلی ما برای تولید اپیزود اول این مجموعه کتاب اسماعیلیان تاریخ و عقاید آنها اثر فرهاد دفتریه که همین الان روی تصویر میبینیدش یه سری اطلاعات هم از جای دیگه بهش اضافه کردیم که اون منابع رو هم توی توضیحات براتون آوردم. اینو هم بگم که این اپیزود چیزای جذابی داره که کمتر جایی شنیدینش و میتونه زمینه های به وجود اومدن کاراکتری مثل حسن سبا و به خوبی نشونتون بده بچه برای اولین بار تو ابتدای ویدیو ازتون بخوام که حتما این ویدیو رو اگر دوست داشتین لایکش بکنین ازمون حمایت بکنین کامنتاتون خیلی مهمه بچه ساعت اولیه انتشار ویدیو برای ما خیلی مهمه ما دوست داریم که این ارتباطه سریعتر بینمون شکل بگیره و نذاریم که به تعویق بیفته هرچی این ارتباطه به تعویق بیفته یوتیوب هم انگاری که ما رو کمتر تحویل میگیره حتما این حمایت کوچیک و این اول ویدیو ازمون داشته باشین تا بریم ببینیم که چه چیزای جذابی توی این ماجرا خوابیده سه دو یک بریم تو دل تاریخ سلام من محسنم و اینجا کانال خودتون جو پیدایش فرقه‌ها تو مذهب شیعه بعد از آشورا به دلایل مختلفی اتفاق میافته. بعد درگذشت امام هر عصر، بعضی از پیروان اونها شهادت یا درگذشت امام رد می‌کنن و میگن امام قایب شده. فرقه‌هایی مثل باقریه، ناووسیه و واقفیه که به ترتیب امامان شیعه محمد باقر، جعفر صادق و موسای کازم و آخرین امام و مهدی موعود میدونن بعضی از شیعیان پسر یا پسرای ارشد امام عصر رو جانشین امام در نظر میگیرن که در نتیجه اون فرقه هایی مثل اسماعیلیه و فتحیه تشکیل میشن که به ترتیب اسماعیل و عبدالله دو پسر بزرگ جعفر صادق و جانشین امام لحاظ میکنن این دوتا برادرای ناتنی موسای کازم هستند. در بعضی موارد هم برخلاف نص امام جانشین تعیین شده رو به خاطر سقارت یا کم سن و سال بودن قبول نمی کنن. مثل فرقه احمدیه که به جای محمد تقی اموش احمد ابن علی یا همون شاه چراغ رو به عنوان جانشین علی ابن موسر رضا میدونن شیعیان مذهب جعفری یا همون امامیه به عنوان جریان اصلی شیعه در کنار فرقه‌ای مثل زیدیه و کیسانیه بر سر اینکه از علی بن ابی طالب تا جعفر صادق چه افرادی امام شدند توافق دارند ولی با شهادت جعفر صادق امامیه به چند تا فرقه تقسیم میشه شیعه های مذهب جعفری میگن امام باید سراحتا از طریق نص خداوند پیامبر اسلام یا امامی که خدا و پیامبر تاییدش کرده باشن به امامت رسیده باشه و بیعت و دعوت اصلا مهم نیست این کلمه ای نص هم که هی تکرارش میکنیم یه حکم فقهیه که برگرفته از ظاهر قرآن یا احادیث پیامبر و امامانه خب این یعنی چی یعنی اصل بیعت که بین اعراب مرسوم بوده رو بذاریم کنار و ببینیم کسی که به سراحت مورد تایید کتاب و سنت یا امام قبل خودش بوده کیه حرف از زیدیه شد بچه ها. اگه دوست داشتین حتما لینک بالا رو در مورد حوثی یمن دنبال کنین که برنامه جذابیه و پر از چیزایی که تا به حال در مورد این گروه از فرقه زیدیه نشنیدین خب جای دوری نریم و برگردیم ببینیم که ماجرای این اختلاف بر سر جانشینی جعفر صادق از کجا میاد بنا به باور اسماعیلیه جعفر صادق پسر دومش اسماعیل رو به عنوان جانشین خودش مطرح میکنه ولی اسماعیل در سال 755 میلادی قبل از پدر میمیره بعضی از منابع شیعی به کل اعلام جانشینی اسماعیل رو رد میکنن ولی دسته دیگه ای می میگن اسماعیل به خاطر شرابخواری عنوان جانشینی امامت ازش پس گرفته میشه خب بیاین یه خورده دقیق تر بشیم تا بتونیم فرقه های مختلف شیعی رو از هم جدا کنیم و ببینیم اسماعیلیه دقیقا چی میگه بعد از شهادت جعفر صادق در سال 765 میلادی یا همون 148 هجری قمری شیعیان 6 دسته میشن دسته اول مرگ جعفر صادق رو رد میکنن و به عنوان مهدی موعود منتظر ظهورش میشن که بهشون میگن ناووسیه البته امیدوارم که تلفظ این کلمه رو درست ادا کرده باشم دسته دوم محمد دیباج و امام بعدی در نظر میگیرن که به این دوستان میگن سومیتیه این محمد دیباج هم یکی از بچه های جعفر صادق و برادر تنی موسایه قازمه. دسته سوم بنا به گفته جعفر صادق موسای کازم و امام بعد از اون میدونن دسته چهارم که اکثریت رو شامل میشه عبدالله افته پسر ارشد جعفر صادق و جانشینش لحاظ میکنن ولی بعد از هفتاد روز از شهادت جعفر صادق عبدالله میمیره و این دسته نهایتا پیرو موسای کازم میشن خب ما با اینجاش کار داریم یعنی دسته پنجم و ششم که حول باور اسماعیلی شکل میگیره دسته پنجم کلا مرگ اسماعیل رو رد میکنه و باورش اینه که خبر مرگ اون فقط برای حفاظت از جونش شایعه شده و اسماعیل همون مهدی موعود و روزی ظهور میکنه که به اینا اسماعیلیه خالصه اسماعیلیه واقفه یا اسماعیلیه هفتمامی گفته میشه دسته شیشم مرگ اسماعیل رو در زمان حیات پدرش قبول میکنن ولی جانشین بعد از اونو پسرش محمد ابن اسماعیل معرفی میکنن بنابر دای اونا انتقال امامت از برادر به برادر فقط برای حسن و حسین صدق میکنه و به همین دلیل انتقال امامت از اسماعیل به موسای کازم یا باقی رو رد میکنن به این دار و دسته مبارکیه گفته میشه این وسط پیروان فرقه خطابیه که توسط ابوالخطاب تأسیس میشه بعد مرگش به همین مبارکیه ملحق میشن بچه اینجا که داریم از شاخ شاخ شدن شیعیان و اسماعیلیه حرف میزنیم خلافت عباسی داره جهان اسلام و میگردونه و توی ایران ما هم سامانیان با تاییدیه همین خلافت عباسی روی کار هستن. یه مدتی میگذره و بعد از اینکه اکثریت شیعیان پیرو موسای کازم میشن محمد ابن اسماعیل حجازو ترک میکنه به سمت شرق میره و ناپدید میشه و بر همین اساس لقب المکتوم یا پنهان بهش داده میشه البته همچنان با گروه های رادیکال شیعه به ویژه مبارکیه که تو کوفه هستن ارتباط داره یه مدتی تو جنوب عراق میمونه و بعد به ایران میره این مهاجرت سرآغاز دوره اختفا یا اصطلاحا دور و سطر در تاریخ اسماعیلیه میشه تو این دوره فعالیت سیاسی و نظامی از طرف این فرقه انجام نمیشه تا اینکه خلافت فاطمی تشکیل میشه حالا محمد ابن اسماعیل در خوزستان به معرفی فرقه اسماعیلیه ادامه میده رفقاش و رو برای دعوت به مناطق اطراف میفرسته تا فرقه رو گسترش بدن محمد در سال 813 میلادی از دنیا میره این ماجرا چند سال بعد اینه که هارون و رشید خلیفه عباسی موسای کازم و دستگیر و بعد از انتقال به عراق زندانی میکنه بعد از درگذشت محمد مبارکیه دو دسته میشه یه دسته که اکثریت مبارکیه رو بر میگیره محمد و آخرین امام میدونن مرگش رد میکنن و همون قضیه مهدی موعود رو در موردش مطرح میکنن که قایب شده و یه روزی ظهور میکنه دسته دوم ادامه امامت رو در نسلهای آینده اون دنبال میکنه دوستای عزیزم ما توی تیم جو پادکست واقعا از این همه کامنت خوب و انرژی مثبتی که ازتون دریافت میکنیم خیلی خوشحالیم و از تک تکتونم ممنونیم امیدوارم برنامه هایی که در کنار شما و با پیشنهادات خوبتون میسازیم اونقدری خوب و به درد بخور باشن که بخواید اونو با دوستانتون به اشتراک بذارید اگه تازه به جمع ما اضافه شدین حتما دکمه سابسکرایب و لایک رو بزنید و اون زنگوله رو هم فعال کنید تا در سریع ترین زمان ممکن توی روزهای یک شنبه و پنج شنبه ویدیوهای جو پادکست براتون نمایش داده بشه دمتون گرم و بریم ببینیم ادامه ماجرای اسماعیلیان چیه بعد از شهادت جعفر صادق فرقی تحت عنوان قرمتیه به رهبری همدان ابن از ملقب به قرمت از مبارکی منشعب یا جدا میشه قرمتیان محمد ابن اسماعیل رو آخرین امام میدونند ولی اینکه پدرش اسماعیل رو هم به عنوان امام در نظر بگیرن اختلاف نظر دارن از دیدگاه قرمتیه محمد ابن اسماعیل علاوه بر اینکه امام هفتمه آخرین پیامبر اولول ازمم هست که بعد از ظهورش دین جدیدی و معرفی خواهد کرد بر این اساس امام بعدی اسماعیلیه رو قبول نمی کنن و حتی این مسئله زمینه درگیری بین قرمتیان و حکومت فاطمی رو در سالهای بعد فراهم میکنه. اینو هم بگیم که به باور قرمتیان پیامبران اولول از اینا هستند نوح ابراهیم موسا ایسا محمد علی ابن عبی طالب و محمد ابن اسماعیل یه لحظه برای اینکه قاطی نکنیم بیان یه مرور ریزی داشته باشیم بعد از مرگ جعفر صادق یه گروه بزرگی امامت موسای کازم رو میپذیرن و یکی از این فرقه ها که اسماعیلیه باشه میگه اسماعیل پسر بزرگ جعفر صادقه که جانشینشه نه موسای کازم بعد از مرگ یا حالا قایب شدن اسماعیل یه گروهی به اسم مبارکیه میگن انتقال امامت از برادر به برادر مجاز نیست پس امام بعدی باید بچه اسماعیل باشه و نه برادرش موسای کازم باز با مرگ محمد پسر اسماعیل یه فرقه دیگه از دل مبارکیه در میاد که بهش میگن قرمتیه که اینا هفت امامی و باقی امامای اسماعیلیه رو اصلا قبول ندارن در کنار تاثیر فرهنگی و آینی که قرمتیان بر جریان های فکری و فرقه های زمان خودشون میذارن حکومت اصلی اون دوره یعنی خلافت عباسی رو در مناطقی مثل خوزستان، جنوب عراق، بهرین، نواحی شرق عربستان و بعدها در شام و مصر به چالش می کشن. افرادی مثل حسن ابن بهرام معروف به ابو سعید جنابی و پسرش ابو تاهر جنابی نقش ویژه ای رو در تحقق تحرکات نظامی علیه حکومت و پیشبرد اهداف توسعه طلبانه قرمتیان ایفا می کنن. البته چیزی که اغلب از حمله قرمتیان آید مردم مناطق گفته شده میشه قارت و تاراجه طی دوره اختفا امامای اسماعیلیه که از نسل محمد ابن اسماعیلن به طور مخفیانه این فرقه رو رهبری میکنن و به خاطر اینکه مخفیان بهشون ائمه المستورین میگن بعد از محمد ابن اسماعیل پسرش عبدالله ملقب به الوافی امام فرقه میشه. یه مدتی در شهر اسکر مکرم یا لشکر تو خوزستان اقامت میکنه و بعد به بسره و از اونجا هم به سلمیه در سوریه میره. از اون به بعد سلمیه میشه مقر اصلی امامان اسماعیلیه. بعد از عبدالله به ترتیب احمد ملقب به محمد التقی و حسین ملقب به عرضی امامان اسماعیلیه میشن. البته این دوستمون احمد ملقب به محمد تغییر رو نباید با امام نهم شیعیان دوازده امامی اشتباه بگیریم طی این مدت به خصوص در دهه 870 میلادی دعوت به فرقه اسماعیلیه در مناطق مختلف قلم روی خلافت عباسی گسترش پیدا میکنه. عراق، جنوب ایران و یمن اولین نواحی هستند که تبلیغ فرقه توشون پررنگتر انجام میشه. البته جریانی که به این تبلیغ شدت میده قرمتی است. برای اولین بار در یمن ایده استفاده از استحکامات کوهستانی توسط علی ابن فضل پیاده میشه و به کمک همین استراتژی که بعدا ازش در نقاط دیگه استفاده میکنن اسماعیلیان بخش زیادی از یمن فتح میکنن فرقه اسماعیلیه تا هند و شمال افریقا گسترش پیدا میکنه تو خود ایران بعد از ناحیه خوزستان اسماعیلیه اولش تو ناحیه غربی مرکزی و شمال غربی ایران که اعراب بهش عراق عجم یا ناحیه جبال میگن تبلیغ میشه این ناحیه شهرهایی مثل ری قم کاشان و همدان شامل میشه که روی تصویر با یه نوار قرمز رنگ مشخص شده بعد از ناحیه جبال قلم روی تبلیغی اسماعیلیه خراسان و فرارود یا ماورانه رو هم در بر میگیره تو این سالها روستای کلین در نزدیکی ری میشه مقر اصلی تبلیغ تو منطقه جبال و اونی که دعوت اسماعیلیه رو در این منطقه رهبری میکنه خلف الحلاجه به خاطر اسم همین بابا به اسماعیلیان ری خلفیه هم میگن خلف الحلاج میمیره و پسرش احمد مدعی اصلی اسماعیلیه در این منطقه میشه بعد اون هم مریدش قیاس که اهل کلینه جانشینش میشه قیاس یه مدتی تو همین ری تبلیغ اسماعیلیه رو میکنه ولی وقتی یکی از فقهای سنی به نام از زعفرانی مردم و علیهش تحریک میکنه نهایتا مجبور میشه به خراسان فرار کنه در شهر مرورود یعنی یه جایی بین مرو و بلخ با امیر حسین ابن علی مروزی دیدار میکنه و اونو وارد فرقه میکنه به واسطه نفوذ سیاسی که امیر داره مردم طالقان میمنه حرات، قرجستان و قور هم جذب اسماعیلیه میشن اینا همشون تو افغانستان امروزیان و طالقان اینا رو هم با طالقان خودمون نباید اشتباه بگیریم قیاس همون دوستمون که اهل کلین بود دوباره از خراسان برمیگرده به ری اما بعد مدت کوتاهی ناپدید میشه بعد اون ابو جعفر کسیر و ابو حاتم رازی مدعی اصلی ناحیه جبال میشن تو دوره ابو حاتم رازی دعوت کننده های اسماعیلیه به اصفهان تبرستان و گرگان فرستاده میشن تا این فرقه رو تبلیغ کنن ابو حاتم امیر احمد ابن علی رو که بر ناحیه ری حکومت میکنه به عضویت این فرقه در میاره ولی با فتح ری توسط سامانیان سنی مذهب ابو حاتم به تبرستان میره و اونجا اسبار ابن شیرویه فرماندهی نظامی تبرستان رو متقاعد میکنه که اسماعیلی بشه همین فرمانده بعدا حکومت علویان تبرستانو رو براندازی میکنه اسفاری مدتی از قلعه علموت به عنوان مقر فرماندهی استفاده میکنه قلعه ای که اسمشو تو اپیزود بعدی بیشتر و بیشتر خواهیم شنید به هر حال در سایه اسفار و سردارش مرداویج ابن زیار پیروان زیادی رو در دیلم و گیلان جذب اسماعیلیه میکنه بعدها مرداویج به خاطر پیشبینی اشتباه زمان ظهور مهدی موعود توسط ابو حاتم از اسماعیلیه روگردان میشه بعد از ابو حاتم اسماعیلیان ناحیه جبال دچار آشفتگی میشن تا اینکه عبدالمالک کوکبی و ابو یعقوب اسحاق ابن احمد سجستانی دعوت در این منطقه رو رهبری میکنن توی این دوره دیگه خلافت عباسی تثبیت شده است طی همین دهه 870 میلادی بخش قابل توجهی از شیعیان دوازده امامی بعد از شهادت حسن عسکری و تردید در امامت جانشینش دوچار سردرگمی میشن دعوت کننده های اسماعیلی هم در کنار چند تا فرقه دیگه از این فرصت نهایت استفاده رو میبرن تا تفکر خودشون رو بیش از پیش تبلیغ کنند. اون ارتباط تنگاتنگ تنگ بین همدان رهبر قرمتیان و مقر استقرار امامان اسماعیلی در سلمیه طی این سالها حفظ میشه ولی در سال 899 میلادی مدتی بعد از آغاز امامت عبیدالله المهدی که تو منابع اسماعیلیه به عنوان عبدالله شناخته میشه لحن نامه ها تغییر میکنه همدان دستیار ویژش عبدان رو به سلمیه میفرسته تا تطوی قضیه رو در بیاره عبدان میره و تو گزارشی که مینویسه میگه عبیدالله ادعای امامت داره و اجدادش امامان مصدور رو هم امام میدونه همون رهبرانی که جریان اسماعیلیه رو سازماندهی میکردن و قرمتیان براشون شمشیر میزدن همدان با دریافت این گزارش ارتباطش رو با مقر اصلی اسماعیلیه قطع میکنه و به مبلغین زیر نظرش دستور میده فعالیت های تبلیغیشون رو به کل تخته کنن خودش هم ناپدید میشه شایعه میشه که کشته شده ولی بعدا با تغییر هویت با نام ابو علی حسن ابن احمد به عنوان دعوت کننده وفادار به عبیدالله المهدی به خدمت حکومت فاطمی در میاد ولی ابدان توسط افراد وفادار به جریان اصلی کشته میشه خود فرقه قرمتی هم در نواحی جنوبی عراق به رهبری عیسی ابن موسی برادرزاده ابدان به فعالیتش ادامه میده سالهای اول قرن دهم میلادی قبل از تأسیس خلافت فاطمی در شمال افریقا شخصی به اسم حسین بن احمد معروف به ابو عبدالله شیعی قبایل کتامه رو در منطقه مغرب عربی که امروز شامل کشورهای مغرب یا مراکش الجزایر، تونس، لیبی و موریتانی میشه به فرقه اسماعیلیه دعوت میکنه خلیفه عباسی که متوجه تحرکات عبیدالله المهدی میشه به حاکم شام دستور میده اونو دستگیر کنه دیگه مثل اینکه عبیدالله داره دوم در میاره عبیدالله به فلسطین، مصر و بعد از اون به مراکش میره و بالاخره توسط امیر حکومت بنی مدرار دستگیر میشه بعد از اینکه ابو عبدالله شیعی بربرهای قبیله کتامه رو با قول نزدیک بودن ظهور مهدی گرد خودش جمع میکنه شروع به براندازی حکومت های محلی منطقه افریقیه میکنه در جوان سال 909 شهر سجلماسه در کشور مراکش امروزی رو فتح و عبیدالله المهدی رو آزاد میکنه نهایتا در آگوست سال 909 عبیدالله المهدی تأسیس خلافت فاطمی رو اعلام میکنه با تأسیس این خلافت که نامش برگرفته از نام دختر پیامبر اسلام فاطمه است دور و سطر به پایان میرسه و دور و کشف یا دوره آشکار شدن برای اسماعیلی آغاز میشه البته اینو هم بگیم که جلوتر خلفای فاطمی امامان اسماعیلی هم در نظر گرفته میشن ولی بعدن به خاطر اختلاف در جانشینی خلیفه هشتم فاطمی المستنصر اختلاف در امامت هم اتفاق میفته سه خلیفه اول این خلافت عبیدالله المهدی محمد القائم به امر الله و اسماعیل المنصور که کلا از سال 909 تا 953 حکومت میکنن با وجود موانع داخلی و خارجی سعی میکنن موقعیت و قدرتشون رو در یه ناحیه جدا افتاده از جامعه اسلامی تثبیت کنن پایتخت خلافت طی این دوره تثبیت خلافت از رقاده در الجزایر امروزی به مهدیه و از اونجا به منصوریه در تونس منتقل میشه حالا که جریان اسماعیلیه در قالب حکومت فاطمی میخواد خود نمایی کنه و امام اسماعیلیه همون خلیفه دونسته میشه دیگه اون تفکرات اولیه اسماعیلیه پاسخگوی خلافت تازه تاسیس نیست دیگه از اون دوره که سیاست اصلی فرقه براندازی عباسیان بود گذشته الان دعوت به اسماعیلیه باید بر اساس تأمین منافع خلافت فاطمی و تثبیت اون در جهان اسلام باشه همین تغییر روی کرد باعث کشمکش بین دعوت کننده ها یا همون دائی ها و شخص خلیفه حتی از همین روزهای اول تاسیس خلافت میشه همین میشه که عبیدالله المهدی و ابو عبدالله شیعی سر نحوه سیاست گذاری با هم بحثشون میشه عبیدالله المهدی که میدونه ابو عبدالله شیعی میتونه با نفوذی که بین بربرها داره خلافتش رو تهدید کنه دستور حذفش میده نهایتا ابو عبدالله شیعی که تو تأسیس خلافت فاطمی نقشی مثل نقش ابو مسلم خراسانی تو شکلگیری خلافت عباسی رو ایفا کرده به سرنوشت اون دوچار و توسط خود خلافت از بین میره خلافت فاطمی علاوه بر حکومت اصلی یعنی خلافت عباسی با حکومت عموی اسپانیا یعنی خلافت قرطبه امپراتوری بیزانس و قرمتیان بحرین حکومت های محلی مثل بنی مدرار و اقوام بربر دوروبرشون شاخ به شاخ میشن قلم روی این خلافت در زمان عبیدالله المهدی ناحیه شمال افریقا از مراکش تا مرزهای مصر رو در بر میگیره بین سالهای 943 و 944 میلادی اواخر حکومت محمد القائم به امر الله خلافت با شورش بربرها به رهبری ابو یزید مخلد ابن کیداد مواجه میشه بعد از محمد پسرش اسماعیل المنصور با اتخاذ راهبرد تهاجمی علیه شورشیان روند تثبیت خلافت رو ادامه میده ابو یزید هم طی درگیری با نیروهای خلافت زخمی میشه و بعد چند روز میمیره در دوره معد المعز الله خلیفه چهارم فاطمی که اسم پرتمتراقی هم داره خلافت یه آرامش و ثباتی رو به خودش میبینه و همین مسئله زمینه رو برای گسترش قلم رو هموارتر میکنه در سال 969 مصر توسط جوهر ابن عبدالله فرمانده المعز فتح میشه یه چهار سالی جوهر به مصر حکومت میکنه طی این مدت پایتخت جدید فاتمیان در نزدیکی شهر فسفات ساخته میشه و همون نام پایتخت فعلی یعنی منصوریه رو روش میذارن تا اینکه خلیفه میاد و نام پایتخت به قاهره به معنی چیره شده تغییر پیدا میکنه آره اسم قاهره از اینجا به بعده که میاد روی نقشه ها یه سال بعد فتح مصر قرب حجاز و سوریه هم به قلم روی فاطمی اضافه میشه البته قرمتیان میان و سوریه رو پس میگیرند. تو دوره معدل معز از نفوذ سیاسی سنی های مالکی و خوارج که بدنه فقهی و قضایی خلافت رو پیش از این تشکیل میدادن کاسته میشه و فعالیت های تبلیغی اسماعیلیه هم در داخل قلم رو و هم خارج از اون تقویت میشه البته یه سری بازنگری هایی هم روی باورهای اسماعیلیه نزدیک به خلافت انجام میشه تا به افکار جریان های مخالف نزدیک بشه مخصوصا تعریف های جدیدشون از مفاهیمی مثل امامت و قائم هدف اینه که با رفقا و همپیمان های دیروزشون یعنی قرمتیان اتحادی شکل بگیره این اصلاحات مؤثر واقع میشه و قرمتیانی که در بخش زیادی از آسیا از جمله ایران پراکنده شدن رو حامیان خلافت فاطمی میکنه نزار العزیز بالله الحاکم به امر الله علی الظاهر حاکمان بعدی هستند که بر مسند خلافت فاطمی میشینند نزار روی تثبیت و قدرت افزایی تو سوریه هدف گذاری میکنه و در دوره اون دمشق پس گرفته میشه مسیحیان، یهودیان، ترک ها و بربرها وارد بدنه نظامی و سیاسی خلافت میشن تا گسترش قلم رو تسهیل بشه الهاکم به امرالله به جاش فضا رو به روی مسیحیان و یهودیان محدود و محدودتر میکنه و در نتیجه اینجور سیاست ها امپراتوری بیزانس روابط تجاریش رو با خلافت فاطمی قطع میکنه در زمان خلافت الهاکم دستور تاسیس دارالعلم و دارالحکمت صادر میشه و به این ترتیب در 1005 میلادی مرکز آموزشی شبیه دانشگاه های امروزی در داخل محوطه کاخ فاطمی ساخته میشه که علاوه بر علوم قرآنی، حدیث و فقه، منطق، قواعد زبان، نجوم و ریاضی هم توش تدریس میشه حتی تربیت دائیان یا همون مبلغین اسماعیلیه هم تو همین مرکز آموزشی انجام میگیره در دوره حکومت علی الظاهر هفتمین خلیفه فاطمیان مصر درگیر خشکسالی و به خاطر طولانی شدنش بحران اقتصادی هم پشت سرش دامنگیر خلافت فاطمی میشه سال 1025 اهل سنت مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و نهایتا فقهای مالکی که سنی مذهبن به اجبار مصر رو ترک می این پایان اپیزود اول این مجموعه است با جو پادکست تاریخ رو ببینیم و بشنویم